سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده وابسته به بنیاد جهانی آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی به مناسبت روز جهانی صلح پیامی صادر کرد. در این پیام با استناد به آیه 208 سوره بقره تاکید شده که بر اساس آموزه‌های دینی همگان به صلح و آرامش دعوت شدند. این سازمان با اشاره به شرایط بحرانی جهان و افزایش درگیری‌های مسلحانه در نقاط مختلف از رهبران جهانی و مسئولان خواست تا برای کاهش تنش‌ها و پایان دادن به جنگ‌ها تلاش‌های خود را افزایش دهند. مسلمان آزاده همچنین بر اهمیت گفتگو و مذاکره تاکید کرده و روز جهانی صلح را فرصتی مناسب برای اتخاذ این روش دانست. این سازمان از رهبران کشورهای اسلامی نیز خواست تا با گسترش اصول مدارا، صلح و پذیرش دیگران به مقابل با افرادگرایی و خشونت بپردازند و آزادی‌های عقیدتی و فرهنگی را مورد حمایت قرار دهند. این پیام با درخواست آزادی زندانیان عقیدتی و احترام به آزادی بیان به پایان رسیده است. محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول پیرامون این گزارش میهمان ما هستند. آقای لحمی سلام. با توجه به حملات اخیر اسرائیل به لبنان و تاکید آموزه‌های دینی بر صلح و آرامش، شما چه راهکاری برای کاهش تنش‌ها و تحقق صلح در منطقه پیشنهاد می‌کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بگیم هستم حضور از اطلاعی نمیدان و محترم شبکه جهانی آقا محسن سلام عرض میکنم. همه جور در اطلاعی فرمودیم با توجه به آیه شریفه ۲۸ سوره بقره که اهل ایمان همگی در صلح و آشتی در آیین و تسلیم مطلق خداوند شوید و گامهای شیطان رو پیروی نکنید به شیطان دشمن آشکار ماست. با توجه به تاکید عملکرد دفتر بنیاد عمل خشونت نهم سلسله شیرازی، گفتگوهای دیپلماتیک و تمرکز بر کمک‌های انسانی، آموزش و تبادل‌های فرهنگی مبنی بر همزیستی‌های مسالمت‌آمیز، مشارکت نهادهای مذهبی کمک بسیار شایانی در صلح منطقه میتونه داشته باشه. ما میتونیم به این شکل در صلح منطقه صلح پایدار رو داشته باشیم. بله، ممنونم. با تشکر از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.